چه عجیب و ماندگار از کلامت خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه هم کلامت و برترین از تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت تو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکش شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و ما است کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت درود درز می کنم، خدمت شما بینندگان عزیز، در هر کجای دنیا که هستید، به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید. در حال مطالعه و بررسی نامه رومیان هستیم و به فصل پانزدهم رسیدیم. تقریبا به پایان نامه رومیان رسالی عادل شمردگی نزدیک شدیم. بنابراین شما را تشویق می کنم که در آستانه اتمام این نامه در مطالعه اون با ما همراه باشید. به امید خدا امروز آیات یک تا سیزده از فصل پانزدهم رو با هم بررسی کنیم. در ابتدا اجازه میخوام خوش آمد بگم به مهمان گرانقدر برنامه برادر یوسف ریاض. درود بر شما برادر. درود بر شما. همچنین خوش آمد میگم به شما حاضرین گرامی. برادر یوسف لطفاً برامون از موضوع اصلی فصل پانزدهم از نامه رومیان توضیح بفرمایید. میتونیم این فصل رو به سه موضوع اصلی تقسیم کنیم آیات اول ادامه ی فصل چهارده هستن که پولس رسول در اونها به مشکلی پرداخته که مربوط به ایمانداران ضعیف و قویه و منظور از ایمانداران ضعیف کسانیان که از امتیازات کامل آزادی مسیحی آگاه نیستن و ایمانداران قوی کسانی که از این امتیازات آگاهن اما تشویق میکنه ایمانداران قوی نباید ایمانداران ضعیف و خاربشباران و ضعیف نباید قوی ترها قضاوت کنند. دومین بخشی که در این فصل وجود داره در مورد جایگاه مسیح صحبت میکنه و همینطور جایگاه غیر یهودیان و یهودیان در دوران جدید مسیحی و در آخر در پایان این فصل به برنامه هایی که قصد داشت انجام بده اشاره میکنه مثل سفر کردن به یه سری از مکان ها و به ایماندارانی که در روم بودن گفت که اون رو در دعا یاری کنند به این خاطر که حقیقتا مشتاق بود که از ایماندارانی که در روم بودند دیدن کنه بنابراین برادر آیات یک تا سیزده که امروز میخوایم بررسیشون کنیم ادامه مطالب فصل چهارده هستن درست اینکه چه رابطه ای وجود داره بین ایمانداران ضعیف و قوی و کسانی که در آزادی کامل بودن و کسانی که هنوز به آزادی کامل نرسیدن. همینطوره میفرماید ما که در ایمان قوی هستیم وظیفه داریم که ناتوانی افراد ضعیف را تحمل کنیم و در فکر راحتی خود نباشیم منظور از ناتوانی افراد ضعیف چیه خب ما باید ضعیفانی رو که اطرافمون هستن به حساب بیاریم قوی و قابل درک بودن در مسیحیت به این معنی نیست که نباید برادر ضعیفمون رو به حساب بیاریم بلکه باید تحملش کنیم و بلندش کنیم و این یکی از چیزهایی که عیسی مسیح به ما تعلیم داده که فرد قوی باید ناتوانی های شخص ضعیف رو متحمل بشه و او را نادیده نگیره و نسبت بهش بی تفاوت نباشه این جزء اخلاقیات مسیحیه که از خود مسیح یاد گرفتیم پولس میگه ما که قوی هستیم خیلی ها فکر میکنن این از غرورشه و اینطور میگن او باید به جای این که میگفت ما که قوی هستیم میگفت من که ضعیف هستم اما میگه ما که قوی هستیم از چه نظر قوی هستیم البته پولس رسول ضعف خودش رو حس می کرد و خداوند در جسم بهش خاری داده بود تا این احساس ادامه پیدا کنه اما اینجا ضعف و قدرت در رومیان 14 و 15 در مورد شخصیه که جایگاه مسیحی رو درک کرده و پولس این رو کاملا درک کرده بود و همینطور آزادی در عیسی مسیح رو و مفهوم عبارت ما که قوی هستیم همینه یعنی ما که جایگاه مسیحیت رو درک کردیم مسیحیت به هیچ عنوان به ما تعلیم نمیده که این خوراک‌ها یا نوشیدنی‌ها انسان رو به خدا نزدیک‌تر تر میکنن اینطور نیست زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست منظور از افراد قوی کسانی که مسیحیت رو درست درک کردن و البته نمیتونم بگم که پولس رسول مسیحیت رو درک نکرده بود و اینکه او خودشو فروتن کنه و بگه چیزی نمیدونه البته که حرفی بی‌منطقه او در پایان آیه اول میگه در فکر راحتی خود نباشید کتاب مقدس چه تعلیمی میده درباره خودمون شخص ایماندار باید خودشو انکار کنه نه اینکه به فکر راحتی خودش باشه و باید جون خودش رو فدا کنه این چیزیه که عیسی مسیح در آیه ای بهش اشاره از کرد. دست دادن جان یعنی منظور چی؟ منظور اینه که به جون خودش اهمیتی نده. یکی از دست دادن هست که به حیات ختم میشه و یک حیات یا یک سبک زندگی که به هلاکت ختم میشه. ما به هیچ عنوان نباید به فکر راحتی خودمون باشیم، بلکه باید مطابق با اونچه پولس گفته عمل کنیم. بدن خود را میکوبم و آن را تحت فرمان خود در می آورم. این تعلیم مسیحی میگه ما نباید به فکر راحتی یا ارزای نفس باشیم بلکه باید خودمون رو انکار کنیم و حتی جون خودمون رو هم فدا کنیم بلکه به خاطر خیریت و تقویت اطرافیان خود در فکر راحتی آنها باشیم منظور پولس در اینجا چیه میتونم بگم بالاترین هدف زندگی اینه که دیگران رو بنا کنیم و زمانی که من در بین برادرانم هستم یعنی در بین ایمانداران باید این رو بدونم که بالاترین هدفی که در زندگی هست اینه که ایمانداران یعنی برادران و خواهرانم رو بنا کنم کسانی که برای خدا عزیز و با ارزشن و بدترین دام زندگی اینه که من با روش زندگیم باعث بشم دیگران لغزش بخورن هیچ چیزی بدتر از این نیست که باعث بشم دیگران لغزش بخورن و هیچ چیزی بهتر از بنا کردن دیگران نیست برای همین پولس اینجا از ما درخواست انجام کارهایی رو داره پس او به بنا کردن دیگران اشاره میکنه و در فصل قبل نسبت به چیزهایی که باعث نابودی کار خدا و لغزش برادرمون میشه هشدار داد دقیقا. اجازه بدین استراحت کوتاهی داشته باشیم بینندگان عزیز به زودی برمیگردیم با ما همراه باشید به دومین بخش برنامه خوش اومدین اجازه بدین بریم و سوال حاضرین رو بشنویم. در آیه سوم میخونیم زیرا مسیح نیز در فکر راحتی خود نبود. چنان که کتاب مقدس میفرماید اهانت آنانی که به تو اهانت میکردند به من رسید. مفهوم این آیه چیه؟ مسیح در فکر راحتی خود نبود یعنی چی؟ خب در واقع یه بخش هفت قسمتی قشنگه که خوبه بهش توجه کنیم. زمانی که خداوند عیسی مسیح به این دنیا اومد، میتونم در اول بگم که خودش رو خالی کرد دوم که خودش رو فروتن کرد سوم این که زمانی که اومد اصلا به فکر راحتی خودش نبود و چهارم که خودش رو تسلیم کرد پنجم زندگیش رو تقدیم کرد و ششم خودش رو به عنوان قربانی تقدیم کرد ابرانیان نه 14 و نهایتا هفتم که جانش رو تا پای مرگ داد این بخش هفتایی زیبا شخصیت مسیح رو بهمون نشون میده که میگیم پیروش هستیم وقتی که روی زمین بود معجزه برای خودش انجام نداد و به هیچ عنوان به فکر راحتی خودش نبود بلکه برعکس دائما به فکر خوبی به دیگران بود و در لیست برنامه هایی که داشت نفر آخر خودش بود در برنامه هایی که داشت خدای پدر در اولویت بود و بعدش نیکویی خیر رسوندن به دیگران او در زندگیش و در برنامه‌هاش اولویت دیگه ای نداشت حتی تنها باری که میخونیم خوابید بیدارش کردن و بهش گفتن ای استاد مگر در فکر ما نیستی نزدیک است غرق شویم او اصلا کسی نبود که برای خودش زندگی کنه ما همه دعوت شدیم تا از این شخص منحصر به فرد پیروی کنیم او الگویی برای ما به جا گذاشت تا در پی قدم او بریم برادر خیلی زیباست که به نوع تفکر یک مسیحی اشاره کردید در واقع این تفکر مسیحی درست کلام خدا میگه از همون ابتدا آدم میخواست نام خودش رو شکوه و جلال بده بله. و شیطان گفت تو هم مثل خدا خواهی شد و می‌بینیم که بعد از آدم مردم می‌خواستن برجی رو بسازن و نام خودشون رو جلال بدن همین و داره. این طرز فکر هنوز هم وجود داره فکر مسیح و فکر دنیا دقیقا. گاهی تفکر دنیا وارد دل ایمانداران میشه متاسفانه و مردم به دنبال به دست آوردن شهرت و اسم و رسم هستن بفرمایید در این زمینه چطور میتونیم در طریق و قدم‌های مسیح گام برداریم مسیح در این بار سخنان گفت که باید بهشون توجه کنیم چون هر که بزرگی کند خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز مسیح حتی گفت تمایل به بزرگ بودن اشتباه نیست اما برای بزرگ بودن باید خادم باشین اما من نمیخوام خادم باشم بلکه میخوام اولین باشم اینم اشتباه نیست اگه میخوای اولین باشی خادم نباش بلکه غلام باش پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد به همین دلیل پولس وقتی در رابطه با تعلیم مسیح درباره بخشیدن صحبت می کرد گفت دادن از گرفتن فرخنده تر است درسته همچنین گفت ادامه زندگی برای من آنقدر ارزش ندارد که نگران جان خود باشم همینطوره پولس در ادامه ی آیه 3 گفت چنان که کتاب مقدس می‌فرماید اهانت‌های آنانی که به تو اهانت می‌کردند به من رسید این آیه از کجا نقل قول شده و چه چیزی ازش یاد میگیریم؟ از مزمور 69 نقل قول کرده و این مزمور درباره مسیح به عنوان قربانی گناه صحبت میکنه. مسیح نه تنها به فکر راحتی خودش نبود، بلکه اهانتها، تحقیرها و تهمتها را تحمل کرد. در همین مزمور گفت سرزنش های مردم دلم را شکسته است و معیوس شدم. البته سرزنش نشد وقتی که به پدر میگفت خدا یا گناهان من از تو پنهان نیستند و تو از حماقت من آگاهی میدونیم که عیسی مسیح این کارها رو انجام نداد بلکه گناهان ما رو به خودش مزمور گرفت. مزمور 69 حالت نبوتی داره و درباره مسیح موعود کاملا درسته. زیرا هرچه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا میبخشد امیدوار باشیم. منظور از نوشته ها چیه؟ آیا نبوت های مربوط به مسیح یا منظورش فصل های یک تا چهار دست این نوشته ها چی فکر می کنم او در اینجا به کتب عهد قدیم اشاره می کنه. همه یک کتب؟ بله همه کتاب هر چیزی که قبلا نوشته شده چیزهایی که انبیا در عهد قدیم قبل از اومدن پولس و اومدن مسیح در جسم نوشتن کسانی که کتب عهد قدیم رو نوشتن انبیای عهد قدیم بودن و این بسیار عالیه که شما روی این آیه مکس کردین به این خاطر که بعضی از بینندگان ارزش عهد قدیم رو نمیدونن. بعضیا میگن عهد قدیم مال ما نیست و کاری با اون نداریم. در حقیقت این خارش مردن کلام خداست. چونکه که عهد قدیم کلام خداست. ما این اصطلاح رو قبلا هم مشاهده کردیم. یعنی در فصل سوم وقتی که پولس خطاب به یهودیان گفت از هر لحاظ امتیاز دارن و مورد اولی که بهش اشاره کرد این بود که کلام خدا بهشون سپرده شده. پس پولس رسول عهد قدیم رو کلام خدا نامید و در اینجا میگه چیزهایی که در عهد قدیم نوشته شد برای تعلیم ما بود تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا به ما میبخشد امیدوار باشیم به همین خاطر که من تمامی ایمانداران رو تشویق میکنم که کتب عهد قدیم رو با کتب عهد جدید برابر بدونن به این خاطر که هر دوی اونها کلام خدا هستند. پولس در اول تیموتائوس 18 گفت کتاب مقدس می‌فرماید او کتاب مقدس را به صورت مفرد به کار برد و یک آیه از تثنیه 25 نقل قول کرد و یک آیه یعنی از لغا ده یعنی آیه از عهد قدیم و عهد جدید کتاب مقدس نام. و هر دوی اونها با هم کتاب مقدس نامیده میشن و ما هم همین کار رو میکنیم بررسی کتاب مقدس یعنی از پیدایش تا مکاشفه شخصی گفت تمام کتاب مقدس و تنها کتاب مقدس دقیقا پولاس گفت زیرا هرچه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود. این یعنی از این کلام تعلیم می گیریم و بعد گفت تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا می امیدوار باشیم. توضیحی بدید درباره بردباری، دلگرمی و امید. به عنوان مثال وقتی در کتاب پیدایش داستان یوسف رو می خونیم می بینیم که چقدر صبوره و خدا براش جبران میکنه. به نظر میرسه یوسف از زمین زندگان بیرون انداخته شد چه کسی داستان یوسف رو به یاد داره؟ بعد از اینکه به ناحق زندانیش کردن و نگهبان ارشدی که او رو به زندان انداخت همون وزیر داخلی بود. بنابراین چه کسی به دنبال کار یوسف بود؟ خداوند به دنبال کارش بود. آیا قادر به نجات یوسف بود؟ او یوسف رو نجات داد و براش بی نهایت جبران کرد. تا جایی که از زندان به قصر رسید. البته که هیچ کس نمیتونه این کار رو بکنه. و این یکی از همون داستانهاییه که راجب صبر و آرامش به همون تعلیم میده اگر زیر ظلم هستید داستان یوسف رو بخونید و امیدوار و دلگرم خواهید شد و یه شرایطتون خیلی سخته برای دلگرمی داستان ایوب رو بخونید میخونیم زیرا هرچه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا میبخشد امیدوار باشیم در ادامه می‌فرماید خدایی که سرچشمه بردباری و دلگرمی است عنایت فرماید تا با پیروی از مسیح عیسی هم فکر باشید و همه با هم با یک دل و یک زبان خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است ستایش کنید معنای این آیات چیه این آیات بسیار مهمن چون که خدا در این فصل با سه اسم خطاب شده که باید اونها رو بیان کنیم و بهشون بپردازیم اولین اسمی که شما خوندین خدا را اینطور مینامه خدای بردباری و دلگرمی. دومین اسم در آیه‌ی سیزده‌هام اومده و خدا را خدای امید مینامه سومین اسم در پایان آیه اومده و خدا را خدای آرامش خطاب می‌کنه. پس این سه اسم رو می‌بینیم، خدای بردباری و دلگرمی، خدای امید و خدای آرامش. این خداییه که ما پرستشش می‌کنیم و بهش تعلق داریم. چرا گفت خدای بردباری و دلگرمی چون قبلا گفته بود کلام خدا راجع به بردباری و دلگرمی صحبت کرده کتاب مقدس که با ما درباره بردباری و دلگرمی صحبت کرده همینطور درباره خدای بردباری و آرامش هم صحبت میکنه و چرا در آیه 13 هم به خدای امید میگه چون آخرین کلامی که گفته بودیم بود و امید ملل برو خواهد بود خدا سرچشمه امیده و همینطور در آیه آخر وقتی درباره خدای آرامش میگه به هر حال پولس رسول در رسالات مختلف خودش هفت بار خدا رو با این لقب خطاب کرده خدای آرامش این اسمی بسیار فوق و شگفت حقیقتا خدای ما خدای آرامش بسیار خوب پس همانطور که مسیح شما را پذیرفته است شما نیز یکدیگر را برای جلال خدا بپذیرید مقصود این است که مسیح خادم قوم اسرائیل گردید تا آن بعده هایی را که خدا به نیاکان آنان داده بود تحقق بخشد به آیه هفت توجه کنید همانطور که مسیح شما را پذیرفته یکدیگر را بپذیرید پولس برای ما معیاری تعیین کرده اما بسیار سخته بله برادر ما چطور میتونیم در عمل به این معیار سخت برسیم خوبه که یک سطح عالی رو در برابر خودمون قرار بدیم و سعی کنیم که به اون دست پیدا کنیم شاید هرگز بهش نرسم اما این هدفیه که باید دنبالش کنم اون روز نمیرسه که من بتونم مردم و همونطور که مسیح پذیرفت بپذیرم و مثل مسیح محبتشون کنم اما همیشه نهایت تلاشم انجام میدم تا اینکه بتونم به این سطح فوقلاده برسم من مردم و مثل فلان شخص نپذیرفتم بلکه مثل مسیح پذیرفتم من عیبهای زیادی داشتم و تا امروز هم عیبهای بسیاری در منه آیا مسیح منو نپذیرو؟ میپذیره اگه منو رد میکرد مدتها پیش منو به جهنم انداخته بود اما او منو پذیرفت پولس رسول ما رو تشویق میکنه که همدیگر رو به همین شکل بپذیریم البته نه با معیار چون نمیتونیم بهش برسیم اما حداقل باید سعی کنیم که همین روش رو در زندگی های خودمون پیاده کنیم به همین روش با همین فکر و نگرش دقیقا اجازه بدین استراحت کوتاهی داشته باشیم بینندگان عزیز به زودی برمیگردیم با ما همراه باشید به آخرین بخش برنامه خوش اومدین با هم بریم و سال حضار رو بشنویم لطفاً توضیحی بفرمایید درباره آیه هشتم میفرماید مقصود این است که مسیح خادم قوم اسرائیل گردید تا اون وعده هایی را که خدا به نیاکان آنان داده بود تحقق بخشد برادر توضیح بفرمایید مسیح خادم قوم اسرائیل گردید یعنی چی خب در اناجیل آیات زیادی وجود دارند که اگر این آیه رو متوجه نشیم درک کردنشون دشوار میشه به عنوان مثال آیه در متا ده هست که میگه از سرزمین های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان وارد نشوید بلکه نزد گوسفندان گم شده قوم اسرائیل بروید آیا خدا تبعیض قائل میشه در واقع اینجا اتهاماتی رو به مسیح زدن و میگن او نجات پرست بوده آیه هست که از اینم سنگین تره وقتی زنی به او گفت که ای آقا دخترم سخت گرفتار دیگ شده کنانی. بله زن کنانی در متا 15 مسیح گفت من فقط برای گوسفندان گم شده ی اسرائیل اومدم اون داشت التماس میکرد و مسیح باید خواستشو بهش بهش داد. اما با خوندن ادامه داستان میبینیم مسیح با جمله ای زن ایمان تو عظیم است ایمانش رو تحسین کرد پس چطور میتونیم این کلام تفسیر کنیم یا مثلا در یوحنا یک می میگه او به قلم روی خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند اما به همه کسانی که او را قبول کردند این امتیاز را داد تفسیر آیه هشتم از این فصل که آیه زیباست بسیار ساده است. میفرماید مقصود این است که مسیح خادم قوم اسرائیل گردید. یعنی او به طور خاص برای ختنه شدگان یا یهودیان اومد. منظور همون یهودیانه. بله درسته. مسیح خادم ختنه شدگان شد. اما چرا؟ برای نشان دادن امانت خدا. چون خدا از قبل وعده داده بود. و او هرگز نمیتونه دروغ بگه. تا وقتی خدا وعده داده، اونو محقق میکنه. تا آن وعده هایی را که خدا به نیاکان آنان داده تحقق بود بخشد. تحقق بخشد آیا وعده هایی هست که خدا به نیاکانشون داده بود؟ بله خدا وعده داد اما اونها رو نداشتن بنابراین خدا باید حرفشو پس بگیره؟ به هیچ روی حتی اگر همه ی انسان ها دروغگو باشند خدا راستگو است این عظمت خداست عظمت خدا در اینه که به هیچ وجه دروغگو نیست حتی اگه ببینه ما دروغ میگیم او نمیتونه که خودشو انکار کنه به همین خاطر خادم ختنه شدگان شد تا اینکه امانت خودش را نسبت به نیاکان قوم اسرائیل آشکار کنه پس مسیح اول برای متعلقان خودش اومد یعنی یهودیانی که اینجا ختم شدگان خونده شدن بله؟ تا خدا به وعده هایی که به نیاکان داده امین باشه پس خدا این وعده ها رو تایید کرد درست اما متعلقانش او رو نپذیرفتند و او امتیاز فرزندخوندگی رو به کسانی داد که او رو پذیرفتند و این در آیه که به ما مربوط میشم هست چون بعدش میگه تا ملل جهان خدا را برای رحمت او تمجید و در اونجا یعنی؟ شروع میکنه به مقایسه ی ختم شدگان، یعنی یهودیان دقیزان و دیگر امت غیر یهودیان میفرماید تا ملل جهان خدا را برای رحمت او تمجید نمایند چنان که کتاب مقدس میفرماید از این جهت تو را در میان ملل ستایش خواهم کرد و نام تو را با سپاسگزاری به زبان خواهم آورد پولس در اینجا از رحمت سخن میگه درسته اما وقتی با یهودیان صحبت کرد از وعده های خدا گفت این دو را با هم مقایسه کنید وعده های قدیمی وجود دارن و وقتی خدا میاد تا اونها رو محقق کنه نشونه امانتشه نه رحمتش البته نشونه رحمتش هم هست اما در وهله اول امانتشه زمانی که خدا ای میده به هیچ عنوان نمیتونه به اون وعده وفا نکنه اما هیچ وعده ای به غیر یهودیان داده نشد خدا وعده برکت رو به غیر یهودیان نداد نه وعده ای و نه عهدی بله درسته اما وقتی که اومد اونها رو برکت داد چون ما غیر یهودی هستیم و انجیل امروز در سراسر جهان موعظه میشه اما بر چه اساس آیا این یعنی خدا به وعده امین نیست نه این از روی رحمتشه بنابراین این در مورد یهودیان نشونه امانت خداست و درباره غیر رحمت او آیا خدا از رحمت و امانت برخورداره؟ بله و ما به خاطر این دو او رو شکر میکنیم از آیه ده میخونیم ای ملت ها با قوم او شادی کنید و باز در جای دیگر میفرماید ای تمامی قوم ها خداوند را سپاس خانید و ای تمامی مردم او را ستایش کنید و اشعیا نیز میگوید ریشه یسا خواهد آمد و او برای حکومت بر ملت ها میآید و امید ملل بر او خواهد بود برادر توضیح بدید این کلمات که درباره مسیحن چه معنایی دارند ریشه یسا و امید ملل او در اینجا نقل قول میکنه و تعداد این نقل قول ها چهار تاست یکیش از تسنیه فصل سی و یکه و دو مورد از مزامیر یعنی از مزمور هجده و مزمور یکصد و آخریش از نبوت اشعیا فصل یازدهه باید بگم که این نقل قول های مختلف از بخش های مختلف عهد قدیم بودند بخش‌های عهد قدیم عبارتند از کتب پنجگانه بله. بعد نبوت ها و سپس مزامیر پس او از کتب پنجگانه از تصنیه نقل قول کرد و بعد از نبوت های ها. ایا و از مزامیر نقل درسته. قول کرد یعنی مزمور 18 و مزمور 117 و موضوعش درباره قوم یهود و امت‌های دیگه بود میخونیم ای ملت‌ها با قوم او شادی کنید پس خدا چه کسی رو در آینده برکت میده؟ همه رو برکت میده این کلام رو در فصل 11 خوندیم. جایی که پولس گفت با رحمتی که خدا به امت ها داد یهودی ها هم در آینده از این رحمت برخوردار میشن یهودیان بعد از مصلوب کردن مسیح حقشون رو از دست دادن و امروزه امیدشون اینه که برخورد خدا باهاشون با رحمت باشه درست مثل رفتارش با ما ما هم لایق نبودیم برای همین میخونیم تا به وسیله آن رحمتی که به شما رسیده آنها نیز رحمت یابند از طریق رحمتی که خدا به امت ها نشون داده پس امروز یهودیان هم حقشون از دست دادن اما رحمت وجود داره چون خداوند پر از رحمته و همینطور امینه پس رحمت و امانت داره اگر ما به آخرین نقل قول نگاه کنیم اشعیا اینطور میگه که ریشه یسا خواهد آمد و گفتیم که اشعیا فصل 11 در مورد آینده و زمان احیای همه چیز و سلطنت مسیح صحبت میکنه زمانی که مسیح از دریا تا دریا سلطنت خواهد کرد سلطنت بر تمامی قومها و به نام او هر زانوی خم خواهد شد ریشه یسا خواهد آمد و او برای حکومت بر ملتها آید و امید ملل بر خواهد بله،, بر خواهد بله بر او خواهد بود در فصل دوم از حجای اصطلاح زیبایی اومده. گنجینه های تمامی قوم ها این اصطلاح به چه معنیه؟ یعنی امتها رویای کامیابی و سلامتی داشتن اما کامیابی و سلامتی وجود نداره و بسیاری از مردم بیماران و وضعیتشون خیلی بده اما زمانی میرسه که گنجینه تمامی قوم ها این میشه که مسیح بر اونها سلطنت کنه میفرماید و امید ملل بر او خواهد بود این گفته خیلی دور نیست عیسی مسیح به زودی میاد و سلطنت خواهد کرد و همچنین در آیه دیگه میگه آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد وقتی پولس از مسیح صحبت میکنه به عنوان پادشاه او رو پسر داوود میدونه بله اینجا از عبارت ریشه یسا استفاده میکنه منظور او چیه الوهیت و بشریت یعنی چی او پسر داووده از نظر تولد نسل و همچنین بشریت او اما ریشه یساست همونطور که در مکاشفه 22 گفته من ریشه و, و نهال داوود. هستم از لحاظ الوهیت ریشه داوود و از لحاظ انسانیت نهال داوود میفرماید الان خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پر سازد تا به قوت روح القدس در امید افزوده گردید این آیه به چه معناست امید هنوز به تحقق نرسیده اما ما خدای امید رو داریم و منتظر این نیستیم که شادی را در زمین ببینیم اما از الان ستاره صبح در دلهای ما طلوع کرده خدا که سرچشمه یا است شما را به وسیله ایمانتان چنان با شادی و آرامش کامل پرسازد که با نیروی روح القدس امید شما روز به روز بیشتر شود خدای بردباری و دلگرمی و خدای امید و آرامش دروسته. ممنونم برای در رو مرور کنیم متوجه شدیم که خدا در این بخش اسامی زیادی داره اسامی خداوند رو که در این فصل اومد نام ببرید اول خدای بردباری و دلگرمی خدای امید و نهایتا خدای آرامش او خدای بردباری و دلگرمی امید و آرامشه منظور پولس از خادم ختنه در آیه هشتم چیه؟ زیرا میگویم ایسای مسیح خادم ختنه گردید به جهت راستی خدا تا وعده های اجداد را ثابت گرداند. منظور از ختنه شدگان همون یهودیانه و این که میفرماید مسیح خادم ختنه گردید یعنی مسیح در اصل برای یهودیان اومد نه به خاطر اینکه یهودیان شایستگی و لیاقتش رو داشتن یا نیکو بودن بلکه چون خدا به نیاکانشون وعده داده بود که نجات دهنده و مسیح موعودو فرسته بنابراین مسیح اومد تا آن وعده هایی را که خدا به نیاکان آنان داده بود تحقق بخشد برکت خدا با همگی شما عزیزان سپاسگزارم ممنونم برادر ساحق كل المجد يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا يسوع كل عالي ينحني كل مهدوم يتبني لما نيجي نقف قدامك يا يسوع خل حضورك يملى يا يسوع خل حضورك يملى يا يسوع وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف خل حضورك يملى يا يسوع وهنتغير لما نشوف مجدک بوجه وجه مکشوف خلا حضور کم یا یسوع چه عجیب و مندگار از کلامت خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامت همچون نهری فر قلب تشنه کلام تو برترین از هست تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راهای من کلام تو شفا بخشه در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت